سلام، امیدوارم روز و شب خیلی خوبی رو گذرانده باشید. من مریم رفیعی هستم و اگر علاقه‌مند به آموزش زبان فرانسه هستید، لطفاً فراموش نکنید که ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید و از اونجایی که حالا من یا شما ممکنه در ایران باشیم و ما چون با فیلتر شکن وارد یوتیوب میشیم، به من گفتن که یوتیوب ممکنه ما رو با من یه باگ بشناسه و بنابراین سابسکرایب و لایک ما رو بپرونه. بنابراین تنها راهش اینه که کامنت بذارید. خیلی ممنون میشم کامنتتون به فرانسه باشه، وگرنه اگر حوصله نداری یه استیکرم کافیه. بسیار ازتون ممنون میشم و اینو فراموش نکنید که کامنت هایی که برای من میذارید خیلی موثره در تصمیم گیری من برای ساخت ویدیوها. خب، در این ویدیو میخوایم از این صحبت کنیم که چی کار کنیم که هر زبانی رو بهتر یاد بگیریم و در زمان کمتری بتونیم به نتیجه برسیم و چطوری اصلا زبان رو بخونیم، چطوری یه زبان رو یاد بگیریم که خیلی ها بلد نیستن، نمیدونن که ما چجوری باید زبان بخونیم. و قبل از اینکه بحث اصلی رو شروع کنم، بهتون بگم اگه قصد مهاجرت دارید یا اینکه میخواییم برای تحصیل به یک کشور دیگه ای برید، حتما این تجربه من و البته دوستان و شاگردان منه، یعنی تجربه که من دیدم از دیگران، اینه که وقتی زبان، اون زبان مد نظرتونه، حالا میتونه فرانسه باشه، انگلیسی باشه یا هر زبان دیگه، اونو تو کشور خودتون و با یک معلم هم زبان خودتون یاد میگیریم، غیر از اینکه سرعت آموزش بیشتر میشه، هزینه‌ش هم خیلی پایین میاد. اینو با عنوان یک نصیحت خیلی موثر از من قبول کنید و بدون هر چقدر توی کشور خودتون سختی بکشید برای اینکه یه زبان رو یاد بگیرید، خیلی 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 آسان‌تر از زمانی خواهد بود که وقتی بخواید همون زبان رو توی اون کشور مد نظر یاد بگیرید. اونجا سر کلاس ممکنه که اگر دانشجو باشید، صحبت استاد رو، اون اصل مطلب رو کامل متوجه نشید یا اشتباه متوجه بشید و حتی در ارتباطاتتون هم به طور قطع با مشکل روبرو میشید. حتی من شاگردی داشتم که یه سال و نیم الان در فرانسه است، ولی با این حال هنوز فرانسهش خوب نیست و اینکه میگن که باید زبان رو در اون کشور یاد گرفت، در محیط باید بود، افسانه بیش نیست. برای سن، حالا سنی که توی رنج سنی ما یه ذره این کار سخت تره، ولی هرچه سن کمتر و هنوز ساختار زبانی به طور کامل شکل نگرفته باشه، این قضیه آموزش در محیط خیلی آسان تر میشه. بنابراین همون سختی که میخواییم توی کشور دیگه ای، اون کشور مد نظرتون برای یادگیری متحمل بشید، اونو واقعا توی کشور خودتون و با معلم همزبان خودتون از هر لحاظ به نفع شماست. خب این یکی. خب حالا میخوام یاد بگیریم که چطوری زبان طوری بخونم که فراموش نکنم، کلمات رو فراموش نکنم. از ابتدای کار که باعث وارد میشین، حالا توی هر زبانی، میخواد فرانسه باشه، میخواد انگلیسی باشه، میخواد آلمانی باشه، میخواد ایتالیایی باشه، توی هر زبانی از ابتدا آموزش رو جدی بگیرید. پایه خیلی مهمه. از اونجایی اهمیت داره که وقتی مثل ریاضی، وقتی ابتدای کار و بیس هر زبانی رو خوب یاد میگیرین، در ابتدای کار شما از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار میشین برای اینکه بتونید صحبت کنید، ارتباط برقرار کنید و حتی اشتباه کنید، که اشتباه کردن باعث میشه بیشتر یاد بگیرید. کسایی که جرأت، خجالت میکشن صحبت کنن چون میدونن اشتباه صحبت میکنن، اونا دیرتر یاد میگیرن، ولی کسی که با همه اشتباهاتی که داره ولی جرأت میکنه و صحبت میکنه، هر چند منمن، هر چند سرعت مورچه‌ای،
بدونید که اون هم بیشتر یادش میمونه و همین که سریعتر مسیر رو نسبت به کسی که خجالت میکشه و روش نمیشه و اعتماد به نفس کمتری داره مسیر رو خیلی سریعتر طی میکنه. خب من نمیگم که بچه ها هر روز بیاین 10 تا لغت حفظ کنید، هر روز 10 تا لغت در سال انقدر لغت میشه، بد نیست، خوبه، ولی همیشه کلیت اهمیتش بیشتر از کانتیت است، کیفیت ارزشش بالاتر از کمیته. به حدی که توانتونه و کیفیت کارتونه هر روز اون لغت‌هایی که میخواین یاد بگیرید، حالا میدونید که اسم صفت قبلش باید، یعنی وقتی که دارین یه لغت یاد میگیرید باید بدونید این اسم صفت یا ورب فعله، اونو توی جمله مد نظرتون یاد بگیرید و از همه مهمتر توی اون کانتکست، یعنی توی اون بستر ماجرایی که هستش. وقتی میخواین یه فعلی رو یاد بگیرید با خودتون نگید این فعل میشه پایزون اعتقاد داشتن، اعتقاد داشتن کواغ میشه اعتقاد داشتن، یا به هر زبان دیگه‌ای و هر فعلی، اونو توی جمله یاد بگیرید، یه جمله‌ای که دوست داری و یه جمله‌ای که به نظرتون جذابه توی جمله یاد بگیرید. و حتی ساختارهای گرامری رو هم اگه میخواین مثلا مقایسه‌ای یاد بگیرید، اگه میخواین گذشته بعید پلوسکو پخفه حالا در فرانسه یاد بگیرید، اونو توی جمله یاد بگیرید و از همه مهمتر توی بستر ماجرایی. مثلا برای اینکه یاد بگیرید یک اون نوع گذشته چجوری ساخته میشه و فعلاش چجوری هن، اون فعلای غیر قانونش، ایرگولیش، یعنی ایرگولار یا بدون قاعده، اینه، بدون قاعدش چجوریه، و اینکه تو ذهنتون جا بدین این صرف فعلا رو، اونو توی اون فعل بیقاعده رو مثلا یا هر فعل دیگر رو توی یک داستان یاد بگیرید، توی داستان کوتاه یاد بگیرید، اون داستانی که به نظرتون جذابه و تو ذهنتون میمونه. پس شد برای یادگیری کلمه، لغت و حتی گرامر، اونو توی جمله و در بستر بزرگتر در داخل یه داستان یا یه متن یاد بگیرید و هر چی که اونو تکرار کنید یه جمله رو، بچه ها همون اثر مرکب، هر چی که شما یه جمله یا یه کلمه رو در داخل یه جمله و حالا یه گرامر مد نظرتون رو اون داستان رو یا اون متن رو برای خودتون تکرار کنید. خب یه بار میان بلند عروش میخونید، بلند عروش میخونید به حدی که حالا کسی که کنارتونه متوجه بشه، بلند میخونید و سعی میکنید انقدر اونو تکرار کنید و انقدر تکرار کنید با حضور ذهن که اون داستان و یا اون لغت ملکه ذهنتون بشه اصطلاحا. و بعد برای اینکه خودتون رو به آزمون بذارید، حالا در مواقع مختلف دارین راه میرید، دارین پیاده روی میکنید، اونو دوباره باز تولید میکنید و چه بهتر که صداتون رو ضبط کنید و به مرحله خود تصحیحی برسید. صداتون رو ضبط میکنید، اون چیزی که مد، اون داستان یا اون متن که اون کلمه های خوب هست توش، و من خودم این کارو میکردم و الانم این کنم که اون چیزی که میخوام یاد بگیرم و در قالب اون چیزی که مثلا یه ویدئوه، خب وقتی برای خودم اونو میام خلاصه میکنم و صدامو ضبط میکنم اونو میذارم، وقتی دارم کارهای مثلا کار خونه، کاری مثلا داری ماشین رو تمیز میکنی یا داری مثلا اتاقت رو تمیز میکنی یا داری رانندگی میکنی یا داری پیاده روی میکنی، اونو تو گوشتون میذارین و گوش میدید. ولی اگه حوصله‌اش نداری نذارین مثلا رادیو الکی براتون بخونه وقتی حواستون نیست. ولی این به این نوع گوش کردن میگن گوش کردن پسیف یا مجهول. نذارید خیلی مجهول بشه، یعنی خودتون یه جای دیگه این آهنگ داره براتون مثل یک موزیک میخونه، نه، یه ذره سعی کنید تمرکزتون رو بیارین روش. و یه کاری که من خودم میکردم این بودش که جاهای مختلف خونه، جایی که بیشتر میرفتم، کار داشتم، سر کار داشتم، نوت میذاشتم
از اون جمله داخل اون مد، از اون مطلب گرامری داخل یه جمله، همه چی داخل جمله و داخل یک متن و یک بستر. و همش من هنوز هم اون چیزایی که در دوره پیش دانشگاهی یاد گرفتم، به علت اینکه مطمئنم معجزه تکرار، معجزه تکرار با صدای بلند، مطمئنم در داخل جمله، فقط این بوده که من هنوزم یادمه، هنوز من یادمه اون جمله. با اینکه مثلا بالفرض یه جمله‌ای بودش که خیلی پرکاربرد نبود، یک فعلی بود که خیلی پرکاربرد نبود، مثلا نوسان داشتن، ولی فقط به دلیل اینکه من اون کلمه و اون فعل مورد نظر در داخل جمله حفظ کرده بودم و تکرار کردم با صدای بلند، تو ذهن من هنوزم مونده، هنوز ملکه ذهنمه. اثر مرکب به این دلیل اهمیت داره که وقتی یه چیز رو یه بار دوبار میخونید روی سلول‌های سطحی مغزه، در اینکه بخواید در ذهنتون نفوذ کنه و تهنشین بشه و اصطلاحا هم ملکه ذهنتون بشه، نیاز به تکرار دارید. تکرار 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 تو هر کاری جواب میده. کار نیکو کردن است، پر کردن است. و برای اینکه اگه دنبال کسی میگردین که باهاش صحبت کنید و کسی نیستش که باهاش صحبت کنید، با خودتون صحبت کنید. من خودم این کارو میکردم. یادم وقتی که پیش دبستانی خیلی کارم درست بوده، وقتی پیش دانشگاهی بودم با یکی از دوستانم که با هم میرفتیم کلاس زبان، توی راه با هم انگلیسی صحبت میکردم. تعجب میکنم با اینکه من یه آدم خجالتی بودم، ولی چجوری من روم میشد که صحبت کنم و حتی آدمایی که از کنارمون رد میشدن یه جوری بهمون نگاه میکردن. فقط به دلیل علاقه بود، علاقه و اینکه میدیدم داره نتیجه میده، میدیدم داره نتیجه میده. و اینکه با خودتون صحبت کنید، کار اون چیزایی که یاد میگیرید. اگه امروز در مورد کارهای روتین یاد گرفتین، کارهای روتین خودتون رو بگید، برای اینکه عوض بشه کارهای روتینی که مامانتون میکنه یا برادرتون میکنه یا همسرتون میکنه، از با یه شخص دیگه‌ای و با یه تبدیل‌های دیگه‌ای بگید همونا. و حتی من کاری که حالا تجربه شخصی منه، من حتی اون موقع خاطراتم رو هم به اون زبانی که داشتم یاد میگرفتم مینوشتم و حتی اون جملات انگیزشی که برای خودم مینوشتم اونا هم به همون زبان مینوشتم. و وقتی میخواستم یه چیزی در مورد، الان هم میخوام در مورد یه چیزی سرچ کنم، میرم اونو به زبان دیگه غیر از زبان مادری خودم، به فرانسه، میام اونو به فرانسه سرچ میکنم. یوتیوب خیلی جای خوبیه، خیلی جای خوبیه، همه نوع مطلب و همه نوع آموزش رو میتونید توش داشته باشید. خیلی بهتر از اینستاگرامه که خیلی مطلب‌های وقتگیر توش داره. حالا از این بگذریم. خب منظور این که میخواین یه چیزی رو یاد بگیرید، برید اونو به زبانی که در حال آموزشش هستید، اینطوری هم مطلب مورد علاقتون رو یاد گرفتید و هم با اون زبان کلنجار رفتید. و برای اینکه خیلی هم میگن که ما سطحی که ما هستیم نمیتونیم یه سریال ببینیم، هنوز مبتدی هستیم، متوجه نمیشیم. خب یه سایتی هست، یکی از سایت هایی که هست به نام تو سنکموند که توی اون سایت ویدئوهایی برای سطح‌های مختلفه، A1، A2، B1، B2، C1، C2 هستش و میتونین سرچ کنین. هم اپلیکیشنش هست، همین که میتونین آنلاین اون ویدئو رو ببینید و حتی سوال داره، ترانسکریپسیون یعنی نوشته‌های اون متنی که دارید فیلم یا ویدئوشو میبینید هست، برای اینکه چک کنید آیا اون چیزایی که من یادداشت کردم، پاس کردم، یادداشت کردم، آنو درست بوده یا نه. بنابراین این مسئله حل شد که فیلم ها یا سریال هایی که ما میخواییم به سطح ما نمیخوره یا ما نگاه میکنیم. این سایت میتونه کمک خیلی خوبی باشه، چون که برای هر ویدیو تمرین و سوال هم داره. از این قضیه غافل نشید که وقتی یه چیزی رو گوش میدید
مسلماً به سطحتون میخوره و یا یه چیزی رو دارین میبینید اونو یه چند بار که میبینید که لذت دانستن مطلب به صورت کلی نصیبتون بشه. و حالا نوبت آموزشه. نگاه میکنید، مینویسید، پاز میکنید، برمیگردید، مینویسید و یه متنی رو برای خودتون جلوی خودتون دارید که یه جاهایش خالیه چون متوجه نشدید. دفعه دوم گوش میدید، دفعه دوم گوش با یه خودکار یه رنگ دیگه. اگر جایی رو اشتباه متوجه شدید یا جایی رو جا انداختید، اونو با اون خودکار دیگه پر میکنید و وارد میکنید داخل اون متنی که از قبل نوشتید. و حتی دفعه سوم با یه خودکار رنگ، یه رنگ متفاوت، همین پروسه رو و همین کارو انجام میدید. خب این طوری حالا 3 بار 4 بار این عمل انجام میدید. این باعث میشه که اولا اون متن رو چندین بار گوش داده باشید و با تمرکز زیاد و نوشته باشید. این باعث میشه که هم اکوتتون، لسنینگتون خوب بشه و هم در کل به وسیع تر شدن دایره لغت و گرامرتون، کار روی گرامر و مباحث گرامرتون کمک میکنه و در نهایت میرین ترانسکریپسیون و نوشتار اون دیالوگ یا اون ویدئو اون میبینید و میبینید که چقدر فاصله داره بین آنچه که من نوشتم و من دریافتم و اون چیزی که واقعیته. و شک نکنید اگه این کارو یه ماه هر روز، من دارم میگم دارم یه بازه کوتاه میگم، یه ماه هر روز انجام بدید، نتیجه معجزه آساشو خواهید دید، نتیجه معجزه آساشو خواهید دید. و این خیلی خوبه که اون چیزایی که واقعا اینا تجربه خود منه و حتی در این حالت که من الان خودم دارم آموزش میدم، چون هنوز آموزش تعطیل نیست و زبان هنوز ادامه داره و هنوز جا برای یادگیری هستش حتی در سطح 3-1-3-2، اینو فراموش نکنید. اینکه یه چیزی رو که یاد میگیرید، یک مبحث گرامری که یاد میگیرید، اون اگه فکر کنید این خیلی براتون جالبه، با خودتون میگه ای من اینو میتونم اونجا بگم، وقتی مثلا دارم میرم خرید میتونم اینو اونجا بگم، اینو میتونم وقتی بگم که میخوام برم حساب باز کنم، توی ذهنتون اون شرایط رو میارید که من اینو اونجا میتونم بگم. و بعد چقدر خوب میشه که یه جمعی باشید، حداقل 2 نفر باشید که بتونید اینا رو بیاین به واقعیت یه دیالوگ انجام بدید. و حتی اگر نمیتونید، باز هم من خودم هیچ، فقط توی دوران پیش دانشگاهی اینو داشتم و دیگه پارتنر کاری نداشتم و خودم همیشه با خودم تمرین میکردم، با خودم حرف میزدم. حتی یادمه که خیلی وقتا یه لغتی رو که مثلا روی دیوار نوشته بودم تو جمله، برای اینکه خیلی تلفظش سخت بود، اینجا می نوشتم روی پشت دستم می نوشتم و خیلی کمک میکرد. این باعث میشه که هم به لحاظ دیداری اون کلمه تو ذهنتون بمونه، هم به لحاظ تلفظی، چون هی میبینش و هی تلفظ میکنینش و در داخل متنم که هست چه شود. و در آخر اینکه از اشتباه کردن نترسید، از اینکه تصحیح بشید، از اینکه پر ایراد باشید، اشتباه باشید، منمن کنید نترسید و بدونید که تنها راه یادگیری اشتباه کردنه. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه، براتون مفید باشه. کاش کسی بودش که اینا رو به ما زودتر میگفت، چون آدم همیشه توی یک مرحله از زندگی یه سری فرصت ها رو از دست میده به علت اینکه یه سری مطالب رو نمیدونه. امیدوارم براتون مفید باشه و همچنان منتظر ویدیوهای دیگه ای ما باشید. و اگر پیشنهادی دارید که در زمینه آموزش فرانسه و مطلبی هستش که دوست دارید اونو بدونید، حتما در کامنت ها به اون اشاره کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایکش کنید و
امیدوارم در راه آموزش فرانسه و یا هر زبان دیگه ای که این چیزایی که گفتم در مورد هر زبانی صادقه، موفق باشید، بدرخشید و هر روز نسبت به روز قبل اعتماد به نفستون در زمینه آموزش و در زمینه زبان یادگیری زبان و صحبت کردن افزایش پیدا کنه. به امید دیدارتون در ویدیوهای بعدی. یادم رفت بهتون بگم اگه شما راه دیگه ای سراغ دارید که از اون راه هم میشه بهتر زبان یاد گرفت، حتما تو کامنت ها به من یاد بدید.